حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک با ماست. آقایی خیلی خوش آمدید. در مورد چین هم صحبت میکنیم، اما اول میخوام از شما بپرسم چقدر این حمله اخیر آمریکا و بریتانیا به شریانهای اقتصادی یمن میتونه حوثی‌ها رو عقب بکشونه؟ خب ببینید، الان دست کم یعنی دقیقاً 10 حمله رو انجام دادن آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها به مواضع حوثی‌ها در داخل خاک یمن، و میشه گفتش که بیشتر حملاتی که تا الان آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها انجام دادن حملات پیشدستانه بوده، برای دفاع از خود بوده، به جز 3 حمله که حملات فراگیری بود، از جمله حمله 12 ژانویه که آغاز حملات آمریکا و بریتانیا بود. ولی الان به نظر میرسه که خب حملات آمریکا و بریتانیا نتونسته منجر به تغییر رفتار حوثی‌ها بشه، چون اساسا این حملات غالبا محدود هستش و برابری در نظر گرفتن اینطوری که الان بیان به همچنان که به مواضع نظامی حوثی‌ها در داخل خاک یمن حمله میشه، به این بنادر مهم از جمله این بندری که یکی از اصلی ترین پایانه‌های صادرات نفت حوثی‌ها در داخل خود یمن هست، اونجا حمله بکنن، احتمالاً حملات تعقیبی رو انجام خواهند داد. به نوعی دارن سیگنال میدن که اگر حملات حوثی‌ها ادامه پیدا بکنه، شریان‌های حیاتی اقتصادی خود یمن رو هم مورد مخاطره جدی قرار خواهند داد. ولی اگر قرار باشه که این مجموعه اقدامات ترکیبی آمریکا و بریتانیا بخواد ادامه پیدا بکنه، باید حملاتی خیلی گسترده تر از این چیزی باشه که الان میبینیم، و صرفا حملاتی محدود انجام دادن، 2 روز یه بار، 3 روز یه بار انجام دادن، این حملات منجر به تغییر رفتار حوثی‌ها نخواهد شد. و دولت بایدن هم به نظر میرسه که واقعا ضعیف هستش و به نوعی ناکارآمد هستش، نمیخواد اون واکنشی که واقعا باید ایجاد بشه برای تثبیت بازدارندگی حداکثری رو در برابر حوثی‌ها انجام بده. آقای چین به جمهوری اسلامی هشدار داده که در صورت عدم توقف حملات حوثی‌ها به روابط تجاری دو کشور آسیب وارد میشه. چقدر این به نوعی اولتیماتوم جدیه و چقدر میتونه به توقف این حملات کمک کنه؟ خب ببینید، الان به نظر میرسه که این اقداماتی که حوثی‌ها انجام دادن خب به ضرر خود منافع چین هم هستش. قضیه برای روسیه یک مقدار متفاوت هستش، کمتر روسیه از اون مناطقی که حالا باب المندب هست، تنگه باب المندب و دریای سرخ، کمتر استفاده میکنه برای نقل و انتقال اون صادرات نفت و گاز خودش، و چین بیشتر استفاده میکنه. روسیه نه، روسیه به نفعش هم هستش که این حملات به صورت محدود ادامه پیدا بکنه، ولی الان چین اعتراض کرده. باید ببینیم که چقدر جمهوری اسلامی به حرف چینی‌ها گوش خواهد داد. قاعدتا باید این کار رو بکنه، مگر اینکه اون هشداری که چینی‌ها دادن هشدار خیلی جدی نباشه. ولی همینم هم که به هر حال آمریکا از طریق واسطه یا مستقیما از چینی‌ها خواسته که به جمهوری اسلامی بگن که باید حوثی‌ها حملاتشون رو کم بکنن یا متوقف کنن، باز همین نشان دهنده ضعف آمریکاست. و اساسا آمریکا داره سیگنال ضعف در برابر حوثی‌ها نشون میده، چون اگر نگاه بکنید خود ادمیرال براد کوپر، فرمانده نافسنت و فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، چند روز پیش گفته بود که ما اطلاعات دقیق داریم که جمهوری اسلامی پشت این حملات در حملات حوثی‌ها هستش. بنابراین آمریکایی‌ها براشون کاملا مهرس هستش که نیروهای سپاه قدس در یمن حضور دارن و پشت این حملات قرار دارن، و اونا میدونن که اگر بخوان واکنشی نشون داده بشه که منجر به توقف این حملات بشه، باید واکنشی بسیار فراگیرتر باشه. ولی دولت بایدن همونطور که اشاره کردم تا الان ثابت کرده که دولت ناکارآمدی هستش و حتی نمیتونه در برابر حوثی‌ها اون اقدامی که لازم هست برای ایجاد بازدارندگی حداکثری و برای تامین امنیت تجارت دریانوردی تا الان انجام بده. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک، متشکرم.